در این ویدیو در مورد پوتک، خواننده و یوتیوبر صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. پوریا عرب که همگی آن را با نام هنری پوریا پوتک می شناسند، متولد سال 1371 در شهر تهران می باشد. در پاسخ به این سؤالی که پوریا پوتکی است، باید گفت او یکی از رپرهای نسل سوم می باشد که موضوع حرفه او موضوعات اجتماعی سیاسی و فلسفی می باشد. او هم اکنون در کشور کانادا ساکن است و در آنجا زندگی می کند. سبک کاری پوریا در حرفه خوانندگی رپ است، اعتراض با زبان تند به همراه بیان مفاهیم فلسفی می باشد. آلبوم های قوی و پر محتوایی که از او در مدت کوتاه کاریش منتشر شده است، باعث شناخته شدن زیاد پوریا در سال 1394 شد. در حال حاضر تعداد آلبوم های پوریا عدد 13 می باشد، عددی که برای او بسیار مقدس است. یکی از محبوب ترین و پر سر و صدا ترین آهنگ های شناخته شده او آلبوم خودکشی نام دارد. آلبومی که در آن با استفاده از مفاهیم تند سیاسی و افکار و عقیده های شخصی آن منتشر شده است. او در بسیاری از آهنگ های خود به طور غیر مستقیم به بیان انتقاداتی خود را نسبت به حواشی مثبت و منفی بسیاری از افراد شاخص جامعه و همچنین موضوعات مطرح در دنیای امروزی می‌پردازد. یکی از آهنگ‌ها و آلبوم‌های ناگهانی و قوی او که در انتقاد به سپهر خلسه منتشر شده بود، یادگاری نام دارد که توجهات زیادی را در طی فعالیت او به سمتش جذب کرده است. او برای اولین بار این حرفه را در سنین نوجوانی خود آغاز کرده است و تلاش‌های زیاد برای انتشار رسمی آلبوم‌های خود با موضوع و مفاهیم پرمحتوا داشته است. این چهره تا کنون با خوشایار اسعار و سپهر خلسه بتل‌هایی را اجرا کرده است. بوشیدو موزیکی است که خوشایار اسعار و پوریا پوتک در آن یکدیگر را دیس کردند. این موزیک در سال 1400 منتشر شد و هم اکنون در دسترس می باشد. از موزیک های یادگاری و سگ کشی نیز می توان به عنوان موزیک های خوانده شده در بتل پوریا پوتک و سپهر خلسه اشاره کرد. جدیدترین آلبوم او نیز چند هفته پیش منتشر شد که برای گوش دادن به آن می توانید به کانال پوتک مراجعه کنید. امروزه از پوتک نیز به عنوان یک یوتیوبر یاد می شود. ویدیوهای او در یوتیوب بسیار محبوب است و طرفداران زیادی نیز دارد. نظر شما در مورد پوتک چیست؟